در شباهنگ دوشنبه شب مروری بر تازه ترین تحولات جهان، برگزاری جشن نوروز در جامعه کردهای واشنگتن و گفتگو با نیما رضایی نوازنده و آهنگساز جوان در مورد انتشار آلبوم Songs of Strange Delight، کار مشترک 15 هنرمند از گوشه و کنار جهان. می‌کنم به تک تک شما دوستداران و همراهان برنامه شباهنگ، به ویژه شما که در ساعات پایانی هشتمین روز بهار برای دید و بازدید نوروز دور هم جمع شدید و به تماشای شباهنگ نشستید. امیدوارم تا این ساعت روزها و لحظه‌های بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سارا دهخان هستم و امشب همراه با شما بیننده عزیز برگ دیگر از مجله شباهنگ رو ورق می‌زنم. و اما برگ نخست شباهنگ، حرف اول. مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای جهان، شامل تازه ترین تحولات در مناطق ناآرام جهان عرب و ادامه نگرانی ها در مورد نشت مواد رادیواکتیو از راکتور آسیب دیده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن. نیروهای مخالف دولت لیبی روز دوشنبه نیز به پیشروی به سوی غرب کشور ادامه دادند و ادعا می کنند شهر سرت زادگاه معمر قذافی را در کنترل درآوردند. پیشتر شورشیان لیبیایی گفتند تحت حفاظت حملات هوایی نیروهای متحد بین المللی مناطق وسیعی شامل شهرهای نفتی بریقا و رأسلانوف را در کنترل خود گرفتند. در همین حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت انتقال فرماندهی کل عملیات نظامی در لیبی ظرف 2 روز به این سازمان منتقل خواهد شد. در همین حال رسانه خبری دولتی قطر به نقل از مقام وزارت امور خارجه آن کشور گفت کشورش شورای شورشیان لیبی را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناخت. اولین کشور عربی است که رسما اپوزیسیون لیبی را به رسمیت شناخته و همچنین نخستین کشور عربی بود که به عملیات بین المللی برقراری منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی پیوست. در سوریه نیز تظاهرات ضد دولتی ادامه داشت. شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی به سوی معترضین ضد دولتی در شهر جنوبی درعا که برای اصلاحات سیاسی شعار میدادند آتش گشود. هنوز مشخص نیست که نیروهای امنیتی به تیراندازی هوایی پرداختند و یا به سوی صدها معترضی که در این شهر تجمع کردند تیراندازی کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مقامات سوریه را به انجام اصلاحات تشویق کرده و از بشار اسد خواسته است به صدای مردم خود گوش کند. در انفجار یک کارخانه مهماتسازی در استان ابیان در یمن دست کم 78 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. انفجار زمانی روی داد که گروهی از غیر نظامیان به غارت تسلیحات اقدام کردند. بر اساس گفته شاهدان عینی روز گذشته ستیزگران اسلامگرا پس از کنترل منطقه اطراف این کارخانه مقادیری مهمات و سلاح با خود بردند. ناآرامی‌های اخیر در جنوب یمن در پی بحران سیاسی در آن کشور بروز کرده است که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور برای مهار آن در تلاش بوده. در ژاپن گزارش‌های تازه از افزایش میزان نشست مواد رادیواکتیو به محیط بر شدت نگرانی‌ها افزوده است. گزارش‌ها از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن حاکی است آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو برای نخستین بار در خارج از منبع فشار یکی از راکتورهای آسیب دیده نیروگاه مشاهده شده است. به گفته یوکیو ادانو رئیس کابینه ژاپن، میزان بالای آلودگی آب راکتور نشان از ذوب احتمالی میله‌های سوخت اتمی دارد و از همین رو مهمترین چالش پیش رو جلوگیری از رخنه جریان آب آلوده به سیستم آب زیرزمینی است. آقای ادانو در کنفرانس خبری امروز خود نسبت به خطر بازگشت شماری از ساکنان مناطقی که
در فاصله کمتر از 20 کیلومتری نیروگاه فوکوشیما واقع شدند، هشدار داد و ابراز امیدواری کرد دولت ژاپن بتواند شرایط بازگشت موقت ساکنان این مناطق به خانه هایشان برای جمع‌آوری لوازم مورد نیاز را فراهم کند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. So when would you like to go to New York? Okay, to which address? Usually I prefer the subway, but if traffic's light, I take the bus. دو سال پیش در چنین روزی، یعنی روز 28 مارس 1979، ایالات متحده شاهد بدترین حادثه اتمی و جهان شاهد وقوع نخستین فاجعه راکتور اتمی بود. در این روز بخشی از راکتور اتمی تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در معرض ذوب شدن قرار گرفت. گرچه این فاجعه از لحاظ وسعت هرگز به پای فجایع هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین و نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن نمی‌رسید، اما باعث شد تا فرایند تولید انرژی با استفاده از نیروی هسته‌ای در آمریکا به مدت 3 دهه به تأخیر بیفتد. منظره وهم‌انگیز راکتورهای هسته‌ای تری مایل آیلند از ورای بلندی‌های بخار گرفته شهر میدلتون در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا از دور پیداست. 4 برج خنک کننده راکتورهای هسته‌ای از جمله راکتور شماره 2 که سالها جنجال آفرید هنوز سر پا ایستادند. کسانی که نخستین حادثه نشت رادیواکتیو در جهان را که 31 سال پیش در آمریکا رخ داد به خاطر دارند، میگویند شباهت‌های زیادی میان آن حادثه با واقعی اخیر نشت رادیواکتیو در نیروگاه اتمی فوکوشیما وجود دارد. گرچه ماهیت و روند وقوع این دو رویداد کاملا متفاوت است، اما گری توماس، خبرنگار ارشد صدای آمریکا که در آن زمان اخبار مربوط به حادثه نیروگاه اتمی تری مایل آیلند در آمریکا را پوشش می‌داد، می‌گوید هر دو مورد عواقب سیاسی و زیستی جبران ناپذیری بر جای گذاشته و خواهند گذاشت. روزالی تیلور نیز همراه با 120 هزار نفر از سکنه میدلتون که در پی وقوع حادثه ذوب شدن این راکتور هسته‌ای مجبور شد خانه خود را برای همیشه ترک کند، به یاد می آورد که وقتی دو پسرش هنوز به مدرسه می رفتند شنید که تشعشعات رادیواکتیو از داخل نیروگاه به بیرون نشت کرده و مسئولان امنیتی از مردم خواستند از خانه هایشان خارج نشوند. روزالی تیلور می گوید فقط بعد همه درها رو می بستیم و توی خونه می موندیم. نمی دونستیم چه اتفاقی داره می افته. آیا راکتورها در حال ذوب شدن بودن یا نه؟ ریچارد تورنبرگ، فرماندار وقت ایالت پنسیلوانیا در آن زمان، می گفت نه، اما روز بعد پیشنهاد کرد همه زنهای باردار و کودکان از منطقه خارج شوند. ما نمیخواستیم دست به یک اقدام غیر ضروری بزنیم و دستور بدیم مردم منطقه را تخلیه کنند. بیوقفه سعی میکردیم با ارزیابی وضعیت و اطلاعات ببینیم آیا منطقه واقعا باید تخلیه بشه یا نه. تورنبرگ میگوید گرچه بلایای طبیعی هیچ گونه دخالتی در بروز حادثه تری مایل آیلند نداشت، اما همه تلاش‌ها و اقداماتی که اکنون برای جلوگیری از وخامت بحران نیروگاه اتمی فوکوشیما انجام می‌گیرد، شبیه به تلاش‌هایی است که در آن زمان برای تری مایل آیلند انجام گرفت. اما سرانجام هر 120 هزار نفر سکنه مجبور شدند منطقه را ترک کنند. 4 روز بعد از این حادثه، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از نیروگاه هسته‌ای تری مایل آیلند بازدید کرد. ریچارد تورنبرگ در این زمینه میگوید به نظرم مردم وقتی دیدند رئیس جمهور و فرماندار مملکت به نیروگاه میرن، واقعا فکر کردند پس وضعیت به اون بدی‌ها هم که فکر میکنند نیست. 2 روز بعد از آن اوضاع آرام شد و همه سر و صداها خوابید. بخش زیاد رادیواکتیو ها در داخل راکتور باقی مانده بود و راکتور آسیب دیده مجدداً به راه افتاد. سالها بعد دانشمندان به این نتیجه رسیدند که شکستگی شیر تغذیه راکتور باعث شده تا آب سرد و اندازه کافی در هسته راکتور ذخیره نشود و در نتیجه حرارت راکتور به تدریج افزایش پیدا کند. این حادثه باعث شد تا کار تولید انرژی هسته‌ای به مدت 30 سال در ایالات متحده به تعویق بیفتد. در حال حاضر، گرچه راکتور شماره 1 نیروگاه تری مایل آیلند هنوز به خوبی کار می‌کند، اما راکتور شماره 2 برای همیشه بسته شد. صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عرب سات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاست 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. در اینجا شما رو به اردن و به یک جشنواره سالانه فرهنگی هنری میبریم. این جشنواره که سرزمین و شرف نام داره امسال با مضمون تبعیض نژادی و اشغال برگزار شد و یک گروه موسیقی عرب اسرائیلی به نام ولعت هم در این مراسم اجرا کرد. با هم تماشا میکنیم. یک گروه موسیقی عرب اسرائیلی از شهر عکا با اجرای موسیقی در عمان پایتخت اردن به رویدادی یک هفته‌ای که بر علیه اشغال و تبعیض نژادی در این کشور برگزار شده بود پایان داد. جشنواره عرض و کرامت که شامل نمایش فیلم، سمینارهای متعدد، نمایشگاه‌های هنری و کنسرت‌های موسیقی بود، بر مشکلات و گرفتاری‌های فلسطینی‌ها تحت اشغال اسرائیل و دیواری که از میان کرانه غربی می‌گذرد اشاره داشت. ماهر خوری یکی از اعضای گروه موسیقی ولعت است. اهلی تطرق اکثر لمواضیع ما به موضوعهای روزمره که در زندگیمون و در کشورمون مهمن اشاره میکنیم. مشکلات اجتماعی، سرکوب، مشکلات اقتصادی، غفلت، فقر و مشکلاتی که تو هر کشوری ممکنه حس بشه. اهمال، الفقر، كل مشاكل ممكن يحسها اي شعب في اي مكان. شوفوا كيف جشنواره عرض و کرامت رویداد سالانه است که در چندین شهر و اردوگاه‌های پناهندگی جهان برگزار می‌شود. به گفته سازمان دهندگان این جشنواره توسط فعالان حقوق بشر با هدف بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به ماهیت اسرائیل و نظام آپارتاید برنامه ریزی می‌شود. یکی از بازدید کنندگان میگوید هنر نقش مهمی برای جنبش فلسطینی داشته. چنین هنری میتونه باعث ترویج جنبش ما بشه. ما تو دورانی زندگی میکنیم که پیام سیاسی به حمل اسلحه خلاصه نمیشه. میتونیم اونها رو توی نوت‌های موسیقی و اشعار ببینیم و این جشنواره نمونه بارزشه. موسیقیدانان در این جشنواره از قیام مردم آفریقای شمالی و سرنگونی رهبران تونس و مصر استقبال کردند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. خانه بریک در بروکلین نیویورک ماه مارس رو به تئاتر ایرانی اختصاص داده. این نمایش ها درباره ایران هستن و هدف از اجرای اونا آموزش فرهنگ و سنت های ایرانی به تماشاچی غیر ایرانی است. جالبه بدونید که سناریوی برخی از این نمایش ها توسط کارگردانان تئاتر در ایران نوشته شده، در حالی که بازیگران آن ایرانیان و آمریکایی هستند که هرگز به ایران نرفتند. اینکه این هنرمندان چطور با هم آشنا شدند و در ارتباط هستند موضوع گزارش بعدی ماست. فستیوال تئاتر ایرانی با بازی صفا سمیزاده یزد بازیگر ایرانی آمریکایی آغاز شد. Hello.
My name is Safa and I'm a recovering Muslim. نمایش Cover Girl درباره زندگی شخصی اوست، یعنی پدری مسلمان و ایرانی و مادری آمریکایی. صفا میگوید This performance was an excerpt reading of این نمایش قطعه ای از داستان کاورگرله که تجربه منو نسبت به بزرگ شدن با چادر و نگاه کردن به اون به عنوان نماد بزرگسالی نشون میده. چادر تنها یک تکه پارچه نیست، بلکه به این معناست که در رفتار و ارتباط برقرار کردن با دیگران هم تأثیر گذاره. الیسا بند، بازیگر آمریکایی که در نیویورک زندگی می کند، نیز با یکی از دوستان و طرفدارانش در ایران چت ویدیویی زنده ای را به راه انداخت و به سوالات او و بقیه علاقمندان جواب داد. دوستی سالار و الیسا بر اساس عشق به تئاتر و زمانی آغاز شد که سالار برای الیسا ایمیلی فرستاد و از او خواست یک کپی از مجله تئاتر را برایش بفرستد. اما آرزوی این دو اجرای تئاتری واقعی در آینده است، چه در ایران و چه در آمریکا. الیسا میگوید We joked to each other in like our last email like oh, ما مدام با هم شوخی میکنیم و میگیم امشب میبینمت. اما آرزوی ما اجرای تئاتری در 10-20 سال آینده است در زندگی واقعی. خیلی خوب میشه اگه ما در فضای واقعی همدیگر رو ببینیم. هر دو نمایش جنبه های یگانه از رابطه ها و دوستی ها را به نمایش میگذارند. در نمایش کاورگرل و حتی برقراری ارتباط با طرفداران از طریق اینترنت یک فضای خاکستری هست، جایی که جوابی وجود نداره، جایی که گفتمان انجام میگیره. منم سعی داشتم همینو در کاورگرل به نمایش بگذارم. سعی نداشتم جوابی رو ارائه بدم، بلکه قصدم مطرح کردن سوال بود. سعی داشتم احساس خوبی رو در اونو به وجود بیارم که بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. But I don't understand them when they say all women are empowered by the veil just because they are. Of course they are. They got to choose. Many women don't. گزارش سحر سرشار، صدای آمریکا، نیویورک. شباهنگ شما رو با نیما رضایی، آهنگساز و نوازنده جوان و خلاقی آشنا می‌کنیم که موسیقیش تلفیقی از جاز، پروگرسیو راک با رگه‌هایی از موسیقی ملل. با اینکه امشب نیما مهمان ماست، ولی مسلماً در خلق این موسیقی تنها نیست و با هنرمندانی همکاری می‌کنه که هر کدوم با فرهنگ و سلیقه منحصر به فردشون تونستن موسیقی ارائه بدن که گاه متعارف، صمیمانه و آرامه و گاه بسیار آوانگارد، آزاد و قدرتمند. آلبوم جدید نیما و گروهش به نام Songs of Strange Delight که قرار همین روزا منتشر بشه، حاصل همکاری 15 هنرمند از گوشه و کنار جهانه که هر کدوم ساز متفاوتی می نوازند. پیش از اینکه گفتگومون رو با نیما آغاز کنیم، اگه موافق باشید به نمونه های از ترانه های آلبوم تازه‌اش گوش کنیم.
نیمای عزیز بهت سلام میکنم، خیلی خوش اومدی به برنامه شباهنگ. خیلی ممنون، خیلی سلام به شما و نوروز همه هموطنانمون پیروز باشه. میدونم که لس آنجلس هم نیستی، یعنی مجبور بودی یه راهی رو هم رانندگی بکنی تا به ما برسی. خیلی ممنون ازت. بله، خواهش میکنم. نیما جان، اول یه توضیح کوتاهی راجع به گروهی که باهاش کار میکنی بده، که در واقع دقیقا کی و چطور تشکیل شد، برای اینکه شما رو میشه با دو تا اسم نیما انمرج و نیما کلکتیو گوگلتون کرد، بالاخره کدوم هستید؟ آیا اعضای ثابتی داره گروه؟ بله، اسم اول گروه ما نیما انمرج بود. من وقتی که زمانی که دانشگاه بودم و داشتم موسیقی جاز و موسیقی قسمت‌های مختلف دنیا رو درس می‌خوندم، این گروه رو تشکیل کردم و این گروه یه مقدار با حالت موسیقی که من میزنم با حالت موسیقی من ربط داره. این حالت موسیقی به نام چپمن استیک هست، نسبتاً حالت موسیقی جدیدی هست، حدود 30 سالش هست و با وجودی که حالت مثل گیتار و بیس داره، تکنیکی که استفاده میکنم کاملا فرق داره. یه چیزی مثل پیانو میمونه که با انگشت هم فشار دادن روی این حالت موسیقی ازش صدا در میاد و میتونم هم ملودی و هم بیس رو با هم بزنم. من این گروه رو 15 سال پیش وقتی که دانشگاه بودم همونجوری که گفتم شروع کردم و میخواستیم موسیقی جاز و موسیقی قسمت‌های مختلف دنیا رو قاطی بکنیم و زیر اسم نیما انمرج. اخیراً و با این آلبوم جدید که داریم ماه دیگه میریم بیرون، تصمیم گرفتیم که اسم عوض کنم به نیما کلکتیو. همون گروه هستش، فقط اسمش عوض شده. خب در مقدمه توضیح دادم که موسیقیتون تلفیقی از جاز و پروگرسیو راک و موسیقی ملل. چطور به این ترکیب رسیدی؟ چجور تصمیم گرفتی که این نوع موسیقی رو با هم ترکیب کنی؟ اینا همشون نفوذی بوده که از موسیقی که من خودم خیلی علاقمند هستم و دوست دارم. من در بچگی و مثل خیلی از بچه های دیگه به موسیقی راک و مخصوصا پروگرسیو راک خیلی علاقمند بودم و وقتی که دانشگاه رفتم شروع کردم موسیقی کشورهای مختلف دنیا رو به مقدار راجبش یاد گرفتم و درس خوندم و موسیقی جاز رو در این حال. برای همین همه این کارا توی کاری که من انجام میدم در اصل نفوذ دارن و احساس میکنم که موسیقی من یک چیزی از همه اینا قاطی هستش که چیزی که ارائه میدم انجام میشه. خب خودت به عنوان آهنگساز و نوازنده ایرانی چه المان‌هایی اومدی به موسیقی اضافه کردی؟ چون میدونم که تقریبا 11 سالت بود که ایران رو ترک کردی. بله، من با وجود که 11 سالم بود، من همیشه علاقم به موسیقی ایرانی و حتی موسیقی سنتی ایرانی زیاد بودم. من از قصد هیچ وقت سعی نمی‌کنم که موسیقی رو با کاری که انجام میدم قاطی بکنم، اما مسلماً نفوذی که داره و خودم ایرانی بودنم و حتی علاقم به آلت موسیقی ایرانی رو کارم نفوذ داشته و حتی کارمندان دوستایی که باشون کار میکنم به خاطر اینکه اینا موسیقی مختلف دنیا رو خوندن علاقه خودشون هم زیاده و برای همینم نفوذ هم خودم هم موسیقی ایرانی توی موسیقی خیلی وقتا میتونه بشنویم. خب نیما، اشاره کردی که خب با موسیقی ایرانی به هر حال آشنایی داری تقریبا، ولی با کدوم سازهای ایرانی آشنایی؟ کدوم سازو بهتر از بقیه مینوازی خودت؟ من خودم یه سنتور دارم و بعضی وقتا روش یه مقدار کار میکنم، نه به حالتی که موزیسین خیلی خوبی روش باشم، اما علاقه خیلی زیاد دارم و روی این آلبوم جدیدم و مخصوصا هم اونه یه مقدار استفاده کردم، هم خیلی به دف علاقه دارم و به تار و این آلت ها رو همه رو آلبوم جدید استفاده کردیم. خب اشاره کردی به آلبوم جدیدت، دوست دارم که به ترانه های آلبوم تازت بپردازه. میدونم که این چهارمین آلبومته که داری منتشر میکنی، ولی مثل این که سبک و کلن فضای ترانه ها با آلبوم های قبلیت فرق میکنه، درسته؟ بله تا یه حدی فرق میکنه. این من علاقه هم این بود که برای این آلبوم جدید، من توی این سالایی که تو موسیقی بودم با خیلی از موزیسیانه عالی از قسمت‌های مختلف دنیا آشنا شدم و در طول سال‌ها در تماس با هم موندیم و خیلی علاقه داشتم یه آلبومی درست کنیم که بتونیم همه اینا رو تالنتشون رو استفاده کنیم و خوشبختانه همه‌شون علاقه من بودن و همونجور که خودتون گفتیم 15 نفر مختلف با آلت‌های موسیقی از قسمت‌های مختلف دنیا، هم موسیقی آلت‌های موسیقی ایرانی که گفتم، غیر از اون حتی تابلای هندی هستش، کوتو مال ژاپن، دیجریدو مال استرالیا و این سبک موسیقی رو کلا به خاطر اینکه ارکستریشن خیلی فرق داشته شو میتونستیم آلات‌های موسیقی بیشتر استفاده کنیم، این آلبوم از این نظر خیلی فرق داره با آلبوم قبلی من. جالبه که میگی که 15 هنرمند رو از گوش و کنار جهان پیدا کردی. برام جالبه یه توضیح کوتاهی بدی که چطوری پیداشون کردی و کلا تجربه همکاری با هنرمندانی که هر کدوم فرهنگ مختلفی دارن چطور بود برات؟ یکی از جالب‌ترین دلایلی که من موسیقی رو واقعا دوست دارم و انجام میدم همینه که رابطه‌ای که ایجاد میشه. من یه مدت بود که ما اروپا زیاد میرفتیم و فستیوال‌های جاز برنامه اونجا میذاشتیم و با خیلی آشنا میشدیم و حتی وقتی دانشگاه میرفتم
تعداد کسایی که موسیقی قسمت‌های مختلف دنیا از آفریقا، از هندوستان، از جای مختلف می‌خوندن زیاد بودم. من در تمام این سالا در تماس باشون بودم و حتی بعضی وقتا کنسرت که می‌ذاریم و برنامه خاصی که می‌ذاریم خیلی هاشون به عنوان گست میان و برای ما برنامه اجرا میکنن. من همین به خاطر همین که در تماس باشون بودم تونستم با هم دیگه کار بکنیم و به خاطر اینکه تکنولوژی عوض شده تونستیم که حتی بعضیشون که از راه رایشون از ما دور بوده تونستن خودشون قسمت خودشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستن که رو آلبوم بتونیم بذاریم. نیما جان، چقدر طول کشید که این آلبوم رو به هر حال به مرحله انتشار برسونی؟ یعنی چقدر کلان طول کشید؟ چون میدونم که مشکلاتی هم داشتی و یه پروژه جالبی بود که بودجه ای رو هم جمع کردید که ترانه های این آلبوم منتشر بشن. برای موسیقین فکر میکنم که همیشه سخته که آدم بودجه آلبوم هر کاری که انجام میده بتونه تأیید کنه. من چیزی که ما رو خیلی کمک کرده که تو این چند سال اخیر این بوده که تکنولوژی خیلی عوض شده. ما آلبوم اولی که 13 سال پیش انجام دادیم رفتیم استودیو همه رو ضبط کردیم. این آلبوم قبلی، همین آلبومی که داریم الان ماه دیگه میدیم بیرون، حدود یک سال نیم طول کشید. ما تقریبا همه کارش رو خودمون انجام دادیم. بیشتر از کارش رو تو استودیوی خودم بود و خیلی خودشون در استودیوی خودشون ضبط کردن اینا تونستن انجام بدن. اما در هر صورت وقتی که آلبوم تمام میشه سری خرجایی داره که وقتی میخوایم کار رو ارائه بدیم و ما یه پروژه رو انداختیم بهش میگن کیکستارتر که کسایی که دوست دارن سری ما دوستان و کسایی که علاقه من بودن تونستن پلیج بکنن و خوشبختانه انقدر که ما رو کمک کردن که بتونستیم بودجهشو به اندازه کافی در بیاریم که بتونیم ماه دیگه آلبوم ارائه بدیم. خب بسیار هم عالی. نیما، نمیدونم چقدر با ایرانی ها با مخاطب ایرانی در ارتباط و تماس هستی، ولی برام خیلی جالبه که بدونم استقبال ایرانی ها از این نوع ترانه ها به ویژه ترانه های بدون کلام چطوریه. فکر میکنی این نوع موسیقی جا افتاده بین جوان های ایرانی؟ این خودم برای خودم هم چیز جالبی هست به خاطر اینکه تا اخیراً زیاد توی برنامه ایرانی و زیاد با ایرانی ها از این نظر کار نکردیم و با این آلبوم جدید که داریم میریم بیرون و کمک بهمنگ پروڈاکشنز داریم این آلبوم داریم اکسپوزش رو خیلی بیشتر برای ایرانی ها میکنیم و برای همینم امید که علاقه من باشند و تا حالا تعدادی که شنیدن دوست داشتن. اما من برای این آلبوم آینده مسلمان میتونیم بفهمیم که علاقه زیاد درش هست یا نه. خب همیشه این سوال رو بیننده هامون از ما میپرسن که کسایی که ایران هستن چطور میتونن آلبوم رو تهیه بکنن. آیا به راهی فکر کردی که بتونی ترانه های این آلبوم رو در دسترس کسایی که ایران هستن قرار بدی؟ آره، در فکرش هستیم و داریم سعی میکنیم به چند تا راه که این کار انجام بدیم. اما برای کسایی که علاقه من هستن، ما آلبوم وقتی که تا 3-4 هفته دیگه تمام بشه هم روی وبسایتمون هم روی فیسبوک پیجمون میذاریم که بتونن به عنوان استریمینگ همه آلبوم رو گوش بدن که حتی اگه نتونن بگیرنش میتونن از اون نظر تمام آلبوم رو گوش بدن. بسیار عالی. فکر میکنی آلبوم بعد از این چقدر طول بکشه تا بیاد بیرون نیما؟ من آردی آلبومو تموم کردم و منتظر هستم که وقتی که این اومد بیرون اون بعدی رو فکرم تا 6 ماه دیگه بدم بیرون که یه خود اون بیشتر به حالت راک داره. خیلی خوب، مرسی. ما هم برات آرزو موفقیت میکنیم. خیلی ممنون از این که در شباهنگ با ما بودی. خیلی ممنون سارا. مرسی.
همونطور که در آنونس برنامه اعلام کردم قرار بود گزارشی داشته باشیم از جشن نوروزی کردهای مقیم واشنگتن که متاسفانه امشب آماده پخش نیست، ولی بهتون قول میدیم که حتما این گزارش رو فردا شب برای شما پخش بکنیم. و اما شباهنگ رو ادامه میدیم با موسیقی. هری کانیک جونیور خواننده و آهنگساز سبک جاز در شهر نیو اورلان ایالت لوئیزیانا به دنیا اومده و در اونجا بزرگ شده. شهری که در کرانه رود میسیسیپی قرار داره و از مهمترین مراکز فرهنگی در آمریکا به شمار میاد. و هرگز از اون جدا نشده. حتی زمانی که طوفان سهمگین کاترینا زادگاهش رو ویران کرد، هری همانجا ماند، نواخت و حال از بازگشت روح زندگی به شهر هنر و موسیقی میگه. Oh man, there were so many great musicians, you know, from Ellis Marsalis, James Booker. موسیقیدان‌های زیادی از این شهر بودن. از الیس مارسالیس و جیمز بوکر گرفته تا پروفسور لانکر. همه‌شون بهترین نوازنده‌های جاز بودن. و با اینکه فرصت آشنایی با بعضی از اونها رو نداشتم، ولی با خیلی از اونها اوقات زیادی رو گذروندم. بنابراین تقریبا نمیشه گفت کیا تاثیرگذار بودن، چون تعدادشون زیاد بوده و مدت زمان هم طولانی. کانیک هرگز شهر خود را رها نکرد. در اوت سال 2005 و زمانی که طوفان ویرانگر کاترینا شهر نیو اورلان در ایالت لوئیزیانا را در نوردید، کانیک در آنجا بود تا به هر شکلی که میتواند به مردم کمک کند. بعد از طوفان باید کاری برای نیو اورلان انجام میشد. احتیاجی به فکر نداشت. این مثل میمونه که وقتی والدینتون، برادرتون یا دوستتون دچار مشکل شده باشن، شما هرگز در مورد کمک کردن به اونها تردید نمیکنید. نیو اورلان هم در مصیبت عمیقی فرو رفته بود و به نظر من همه برای کمک اومده بودن. حال این شهر به شکلی قوی به زندگی عادی بازگشته و باز هم موسیقی. گروه موسیقی مارون 5 یک گروه سبک راک آمریکایی در کالیفرنیا است. اعضای این گروه کار خودشون رو از دوران دبیرستان و در سالهای 1996 تا 97 آغاز کردند. این گروه برنده جوایز متعددی شده، از جمله 8 جایزه گرمی و چندین جایزه موزیک ویدیوی MTV. این گروه اخیراً یک جلسه ضبط منحصر به فرد رو هم در استودیوی در لندن تجربه کرد که به خلاصه از اون میپردازیم در این گزارش. گروه مارون 5 بارها در استودیوی ضبط کارهای خود را رکورد کردند، ولی این بار که بر روی تک آهنگ خود کار می کنند، تجربه آنها در استودیو متفاوت از گذشته است. این گروه تصمیم گرفته است طی 24 ساعت و بدون برنامه ریزی قبلی ترانه جدید در این استودیو بسازند و آن را ضبط کنند. آنها ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 22 ماه مارس وارد یک استودیوی ضبط در لندن شدند و تا چهارشنبه 5 بعد از ظهر از آن خارج نشدند. ادم لیواین خواننده اصلی این گروه میگوید این کار تاریخی خواهد بود. امیدوارم کارمون خوب از آب در بیاد. هنوز آهنگ خاصی رو کامل نکردیم، ولی طی 21 ساعت آینده به یه جایی خواهیم رسید. ممکنه طی تمرین کمی هم احتیاج به خواب داشته باشیم، ولی بیشتر بیدار خواهیم نشست تا کارمون کامل شه. با اینکه اعضای این گروه در استودیو تنها بودند، ولی از خارج از استودیو نیز به آنها کمک می‌شد. در این جلسه ضبط طرفداران این گروه این فرصت را داشتند تا از طریق اینترنت و به صورت دائمی فرایند تولید و تهیه ترانه گروه را مشاهده کنند. طرفداران همچنین می‌توانستند ایده‌های خلاقانه خود را در ساخت این ترانه با این گروه شریک شوند. تبادل نظر میان طرفداران و اعضای این گروه به جای اینکه بر روی مانیتور کامپیوتر صورت گیرد، بر روی دیوارهای این استودیو منعکس می شدند. با وجود پشتیبانی طرفداران و حمایت تهیه کننده، لیواین هنوز نگران بود به موقع ترانه‌شان را کامل نکنند. اما خوشبختانه گروه با وجود خستگی مفرد توانست ترانه‌اش را به موقع کامل و ضبط کند. کار خوبی از آب در آمد و تجربه منحصر به فردی بود. امیدوارم این تجربه در کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه. ولی احتمالاً خودم از خستگی 3-4 روزی از حال برم. گروه مارون 5 5 عضو دارد. ادم لیواین خواننده اصلی، جیمز والنتین گیتاریست اصلی، جسی کارمایکل نوازنده کیبورد، میکی مدن نوازنده گیتار باس و مات فلین نوازنده درامز. توماس جاوید، صدای آمریکا، واشنگتن. ام
انریک اگلسیس، خواننده و ترانه‌سرای مشهور موسیقی پاپ اسپانیایی، تور خود را از لندن آغاز کرد. باز در لندن، نیل تننت، خواننده گروه مشهور انگلیسی موسیقی الکترونیک رقص پت شاپ بویز از عشق و علاقه اش به باله میگوید. در کالیفرنیا، ریس ویدرسپون، بازیگر برنده جایزه اسکار، برای دومین بار پیمان زناشویی بست. در ژاپن جشن شکوفه های گیلاس به رغم فاجعه زلزله و سونامی اخیر برگزار شد. برگ آخر شباهنگ امشب رسیدیم که موزیک ویدیویی است به نام فلاکس، کاری از نیما رضایی که کار موسیقی، کارگردانی و تهیه ویدیو رو هم خودش انجام داده. خواننده این کار آدم دارلینگ، خواننده و گیتاریست آمریکایی و از هنرمندانیه که با نیما همکاری میکنه. فلاکس در مورد گمگشتگی و تضادهای درونی انسانه. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. من هم در همینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم هر روزتون زیبا و